خدمت شما هستم. این مجموعه برنامه اختصاص داره به بحث از دستاوردهای روحانیت شیعه برای جامعه ایران، که در واقع وقتی که ما دقیق میشیم و میخواییم این دستاوردها رو بررسی کنیم، در نهایت در موضوعات مختلف به انبوهی از خسارات میرسیم. روحانیت شیعه برای جامعه ایران به نظر من جز خسارت و فلاکت چیزی رو به بار نیاورده. در 8 برنامه گذشته من به بخشی از این خسارات اشاره کردم در موضوعات مختلف. در موضوعات اجتماعی بحث کردم از اینکه جامعه ایران یک جامعه تکه پاره شده و پر از انشقاق هست، عمدتاً به خاطر پدیده انقلاب سال 57 و بعد هم ایدئولوژی اسلامگرایی جامعه رو چند پاره و چند تکه کرده. خیلی کم در دنیا میشه پیدا کرد جوامعی مثل ایران رو که از همبستگی ملی بسیار پایینی مردم برخوردار هستند. در 2 برنامه بحث کردم در مورد خسارات اقتصادی و خسارات انسانی حکومت روحانیت شیعه. در 2 برنامه بحث کردم از خساراتی که ناشی از دشمنی با ایالات متحده و دشمنی با اسرائیل گریبانگیر جامعه ایران رو گرفته. از برنامه گذشته به دلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتخابات شوراها، فکر کردم که بهتر هست که بحث رو ببریم روی دستاوردهای سیاسی روحانیت شیعه. برنامه گذشته عمدتاً بحثم در مورد سیرک انتخابات بود با توجه به موضوع ثبت نام ها. در این برنامه بحث خواهم کرد از مهندسی انتخابات. روحانیون شیعه پس از روی کار آمدن خب نمیتوانستند، چون انقلابی در ایران رخ داده بود، اصولا نمیتوانستند نهاد انتخابات رو به طور کلی نفی کنند. البته تزشون، تز ولایت فقیه، تز حاکمیت روحانیون هست و هیچ ربطی به دموکراسی و انتخابات و اموری از این قبیل نداره. اما چون نهاد انتخابات رو بسیاری از گروه های اجتماعی میخواستند، روحانیت شیعه عنوان رو پذیرفت، ولی در طی 4 دهه گذشته همه تلاشش معطوف بوده بر اینکه این رو از محتوا خالی بکنه. چگونه؟ با مهندسی انتخابات. مهندسی انتخابات در ایران یک پدیده ساختاری هست به نظر من، هم به معنای سلبیش، هم به معنای ایجابیش، یعنی هم به معنای منفیش، هم به معنای مثبتش. به این معنا که حکومت نه تنها میخواد فردی بیرون از دایره خودی ها انتخاب نشه و از نتیجه هیچ انتخاباتی هم متعجب نشه، نتایج همیشه براش پیشبینی پذیر باشه، بلکه میخواد افراد مورد اطمینانش، افرادی که کاملا وفادار هستند در نهادهایی که ظاهرا انتخابی هستند، قرار بگیرن. از این جهت انتخابات سال 96 هم مستثنا نیست. مثل انتخابات های گذشته، تلاش حکومت بر این هست که با تاکتیک هایی، با تصمیماتی، این انتخابات رو مهندسی کنه. این تاکتیک ها و تصمیمات در هر دوره از انتخابات خب متفاوت هست با توجه به شرایط اجتماعی و شرایط سیاسی در داخل، در خارج کشور. خب تاکتیک ها و تصمیمات متفاوتی اونا اتخاذ میکنن برای مهندسی انتخابات. حالا ببینیم در انتخابات سال 96 چه رویه هایی رو اینها در پیش گرفتن. بحث اول در مورد نامزد هاست. نامزد ها خب طبعا در ایران ما واقعا انتخابات نداریم، بیعت هست، چون گروهی رو شورای نگهبان انتخاب میکنه، بعد به مردم معرفی میکنه که در میان اونها با یکیشون بیعت کنند. انتخابات به معنای واقعی کلمه نیست. اما قبل از انتخابات، یعنی فقط این در مرحله نظارت استصوابی، این داستان اتفاق نمیفته. قبل از انتخابات هم کسانی رو، آقای خامنه‌ای، کسانی رو که نمیخواد نامزد بشن با اونا صحبت میکنه، بهشون توصیه میکنه، مثل آقای احمدی نژاد در این دوره که بهشون توصیه شده بود که نیاد و نامزد نشید، و هم گوش نداد حرف آقای خامنه‌ای رو، گذاشت زیر پاش و اومد ثبت نام کرد. کسانی رو بهشون میگن که اصولا نیاید ثبت نام کنید،
کسانی هم که میخوان ثبت نام کنن حتما باید از قبل با آقای خامنه‌ای هماهنگ کنن. امکان نداره آقای رئیسی، آقای روحانی، آقای خاتمی یا هر کسی دیگری که در طی این سالها نامزد شده، اینها بدون هماهنگی با آقای خامنه‌ای، بدون اطلاع رسانی و کسب اجازه آمده باشن و خودشون رو نامزد کرده باشن. معمولا قبلش به دیدار آقای خامنه‌ای میرن و در واقع بله رو از آقای خامنه‌ای میگیرن و بعد میان نامزد میشن. در سال 92 آقای رفسنجانی این بله رو نگرفته بود و به همین دلیل هم پس از چند روز ایشون رو رد صلاحیت کردن، نگذاشتن که در انتخابات شرکت بکنه. در انتخابات سال 96 هم به همین ترتیب هست، کسانی که آمدن و نامزد شدن از میان سیاسیون یا اونایی که شانس بیشتری دارن، اینا حتما مطمئن باشید که از قبل با آقای خامنه این رو هماهنگ کردن. بخش دیگری از مهندسی انتخابات معطوف هست به رای دهندگان. رای دهندگان در آستانه هر انتخاباتی با عوامل مختلفی که بیشتر هم عوامل تشویقی هست مهندسی میشن. در همین انتخابات در برخی از شهرهای استان خوزستان آردهای آستان قدس رضوی توزیع شده، چون آقای رئیسی میخواسته بیاد و نامزد بشه. در روزهای تعطیلات نوروز تا 240,000 وعده غذا در آستان قدس رضوی در مشهد توزیع شده که این بسیار فراتر از حد معمول هست، میان زائران امام هشتم شیعیان توزیع شده. خب اینا کسانی میرید که میرن اونجا و خلاصه پلو خورشت امام رضا رو میخورن، طبعا باید به جان آقای رئیسی دعا کنن و خودشون رو نمکگیر آقای رئیسی بدونن. این از سمت آقای رئیسی. در سمت دولت هم دولت داره اقداماتی میکنه که در 4 سال گذشته این اقدامات رو انجام نمیداده. یکیش این که سود سهام عدالت رو اعلام کردن که در سال 96 توزیع میکنند، کاری که در طی 4 سال گذشته انجام ندادند. از زمان دقیقش رو نگفتن ولی گفتن که این کار رو میکنن دیگه. دولت در آستانه انتخابات یک سبد حمایت قضایی رو در ایام پیش از عید سال 96 میان 11 میلیون نفر به ارزش 35 تا 120 هزار تومان توزیع کرد. نکته دیگر این که در همین ایام کاری که دولت آقای روحانی انجام داده، یارانه بخش‌هایی رو که بخش‌های از جامعه رو که کم درآمد بودند در همین دوره تا حدود 3 برابر اضافه کردند. دولت آقای روحانی در 4 سال گذشته همیشه شکایت داشته از اینکه این یارانه ها کار بدی است، یک بار گنده است، بار بیخودی است بر روی دولت. اما قبل از انتخابات اینا میان و یارانه های اقشار فقیر رو، کم درآمد رو افزایش میدن برای اینکه اینا بیان و به اون گروهی که مد نظر هست بیان رأی بدن. در اخبار بود که قرار هست که خانوار یک نفره تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد یارانشون به 95 هزار تومان برسه که تقریبا 2 برابر اون 45 هزار تومان هست. برای خانوار 2 نفره به 189 هزار تومان، برای خانوار 3 نفره 253 هزار تومان، برای خانوار 4 نفره 337 هزار تومان و برای خانوار 5 نفره 365 هزار تومان. همچنین اعلام شده که حقوق بازنشستگان در سال 96 27% افزایش پیدا میکنه، کاری که در سالهای قبل نکرده بودن. اینا همش برای تشویق اقشار آسیب پذیر، بازنشسته ها، افرادی که درآمد نسبتا اندکی دارن، برای این هست که اینها به دولت آقای روحانی جلب بشن، رضایتی پیدا کنن و بیان در این انتخابات به آقای روحانی رأی بدن. اینا بخشیست به نظر من از در واقع نوع مهندسی انتخابات در چارچوب در واقع رأی دهندگان، برای جلب نظر رأی دهندگان. کار دیگری که انجام میشه در چارچوب نهادهای دولتی هست برای مهندسی انتخابات. نهادهای دولتی در ایام انتخابات هم خودشون مهندسی میشن و هم ابزار مهندسی
قرار میگیرن. رادیو تلویزیون دولتی در ایران و مؤسسات تبلیغاتی دولتی و حکومتی در ایام انتخابات به نفع نامزدی که مد نظر حکومت هست، نظر دستگاه رهبری هست، تا حد زیادی تبلیغ میکنن. شما یا علیه نامزدی که حکومت نمیخواد، بیت نمیخواد، یا نهادهای نظامی امنیتی نمیخوان تبلیغات منفی میکنن. رادیو تلویزیون دولتی، روزنامه کیهان، بسیار از روزنامه‌هایی که تحت نظر سپاه هستند، اینها یکی دو سال هست تبلیغاتشون کاملا علیه دولت آقای روحانی هست. در مقابل هم روزنامه‌هایی که به دولت نزدیک هستند، مثل روزنامه دولتی ایران یا برخی دیگر روزنامه‌ها که همشون دولتی هستند، سوبسید دولتی می‌گیرن، اینا دارن از دولت آقای روحانی حمایت می‌کنن. اینا در واقع در ایران ما نهاد مستقل فرهنگی رسانه‌ای نداریم. حالا یا مستقیما از لحاظ سازمانی و اداری و مالی و همه چی دولتی هستن، یا بودجه‌هاشون دولتی است، منابع دولتی استفاده میکنن. به یک نحوی همه اینها دارن از شیر نفت بهره میبرن، وگرنه اگر چنین چیزی نبود طبعا اینها نمیتوانستن اصولا سر پای خودشون بیستند. نهادهای حکومتی تحت نظر سپاه مثل مؤسسه اوج تبلیغات منفی دولت رو از ابتدای دولت آقای روحانی شروع کرد و خب در طی این سالها هم این رو ادامه داده. و اما بخش دیگری از مهندسی انتخابات رو سازمان سرکوب جمهوری اسلامی انجام میده. چگونه؟ با بازداشت مدیران شبکه‌های اجتماعی، با بازداشت روزنامه‌نگارها. در یکی دو ماه اخیر سه روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدن: خانم هنگامه شهیدی، آقای مراد ثقفی و آقای احسان مازندرانی. 12 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شدن. 50 نفر از اعضای فعال انجمن‌های اسلامی دانشجویان احضار شدند. 7 انجمن اسلامی توقیف شد، بسته شد. اینا کارهایی است که قبل از انتخابات انجام میدن برای اینکه فضا رو در حالت ارعاب نگه دارن و در واقع شرایط خیلی مردم احساس نکنن که میتوانن یه حرفایی رو بزنن یا میتونن یک انتقاداتی رو از این جهت انجام بدن. آقای حسام الدین آشنا که مشاور آقای روحانی هست، خطاب به آقای زرقامی که یکی از ثبت نام کننده ها بود و بعد هم در واقع رد صلاحیت شد، در فرایند رد صلاحیت پس از آنکه آقای زرقامی به صراحت از خرید کانال ها و جلب نظر مدیران اونها برای تبلیغات پیش از موعد به نفع جناح اصولگرایان در گردهمایی جمنا سخن گفت، آقای آشنا جواب داد این صحبت رو. ببینید، هم اون سازمان سرکوب داره کارش انجام میده، یه در رو کنار میگذاره، از اون طرف هم منابع مالی داره توزیع میشه بین بخشایی که قرار هست که بیان و کارهای تبلیغاتی رو انجام بدن. آقای حسام الدین آشنا میگه به نظر میرسد اشاره شما به امکان، به آقای زرقامی، به امکان خرید سایت ها که از کشفیاتتان در جریان انتخابات مجلسین بود، در این دوره به صورت کاملا خودجوش و زود هنگام توسط برادران همسو و همقطارتان در حال انجام است. این همسو و همقطار که میگه منظور نیروهای سپاهی و امنیتی هستند. در ادامه ایشون میگه ظاهرا در مورد مدیران کانال‌های غیر قابل خرید و فروش و نفوذ هم اقدامات موثری انجام شده است. همونایی رو میگه که بازداشت شدن. در مورد فقط امیدوارم مردانگی کنید و با سفارش های لازم خانواده آنان را از نگرانی برهانید. مشخص است که دستگاه امنیتی و نظامی هم یه در رو بازداشت میکنن، هم پول میریزن از اون طرف برای اینکه یه در رو بیارن و در این زمینه ها براشون برنامه بگذارن و همکاری کنن. بخش دیگری از مهندسی انتخابات معطوف هست به مهندسی افکار عمومی. افکار عمومی رو تلاش میکنن که اینها دستکاری کنن. این دستکاری نه توسط بخش خصوصی، بلکه در چارچوب امکانات بخش دولتی و عمومی انجام میشه. مخالفان دولت میگن مدیران دولتی حقوقهای نجومی میگیرن، کاری که روزنامه کیهان یکی دو سالی است که داره انجام میده، اما نمیگن که مدیران نهادهای حکومتی، اونایی که زیر نظر آقای خامنه ای هست، اونا هم همین حقوقها رو میگیرن.
خیلی تفاوت زیادی نمیکنه حقوقاشون. مخالفان دولت میگن دستگاه های اجرایی دولتی ناکارآمد هستن، مثل خانم دستجردی که سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب بود، اما نمیگن که دستگاه های تحت نظر رهبری و سپاه و روحانیت که امروز بخش بزرگتری از اقتصاد و فرهنگ رو در اختیار دارن به همون مشکلات دوچار هستند. این در واقع تلاش هست برای مهندسی افکار عمومی، بدون اینکه فقط به یه بخشی از این داستان ها میپردازن، به همه داستان نمیپردازن. بخش دیگری از مهندسی انتخابات در ایران معطوف هست به مسئله منابع مالی. انتخابات در ایران از حیث منبع و نحوه هزینه کردن منابع مالی از غیر شفاف ترین انتخابات ها در عالم هست. اصولا معلوم نیست که این پولایی که میاد و تو انتخابات هزینه میشه اینا از کجا میاد، کی این پولا رو میده، چگونه این پولا انتقال پیدا میکنه، چگونه هزینه میشه، هیچیش معلوم نیست، کاملا زیرزمینی و پنهان هست. من در یکی از انتخابات های قبل، فکر میکنم انتخابات سال 88 بود، 8 سال پیش، محاسبه کردم با توجه به هزینه هایی که وجود داشت. انتخابات ریاست جمهوری حدود 3 میلیارد دلار هزینه شده بود براش، و این پولا معلوم هست که از کجا میاد. یعنی پولای ناشی از پولشویی، پولای کثیفه، یه بخشش هزینه جای دولتیه، میاد تو این زمینه ها مصرف میشه. در هیچ انتخاباتی در ایران روشن نیست که هر نامزد چقدر و چگونه هزینه کرده و چه افراد یا نهادها یا گروههایی به نامزدها کمک کردند. نامزدها معمولاً برای تظاهر به عدم وامداری این منابع رو اعلام نمی‌کنند و ادعا می‌کنند که اولاً هزینه‌های اونها بسیار پایین بوده و ثانیاً دیگران بدون اینکه چشم داشتی داشته باشند، که در واقع لطیفه گویی است، برای اونها هزینه کردند، که هر دو ادعا دور از حقیقت هست. در انتخابات 96 هم از ابتدا هزینه‌ها و منابع روشن نیست. شما فقط ببینید همین جمنا دو گرده همایی برگزار کرد، 3000 نفر رو هم دعوت کرده بود. شما 3000 نفر رو که بخش قابل توجهشون از شهرستان ها میان، اینها رو بیارید ببرید جا بدید، محلی اجاره کنید برای اینکه اینها گرده همایی انجام بدن، این صدها میلیون تومان، بالای میلیارد تومان هزینه داره. این هزینه ها معلوم نیست از کجا میاد و چگونه داره از کجا میاد، چگونه هزینه میشه. من فکر میکنم بیشترش از در واقع پیمانکارانی میاد که با سپاه همکاری میکنن، با نیروهای امنیتی همکاری میکنن، درصدی رو میدن دیگه وقتی که پروژه میگیرن، بخشش هم مستقیما، چون سپاه نظارتی برش اعمال نمیشه، هیچ دستگاهی بر فعالیت‌های سپاه اعمال نظارت نمی‌کنه. سپاه کار قاچاق مواد مخدر انجام میده، سپاه در کار قاچاق وسایل الکترونیک هست. انواع و اقسام روش‌ها وجود داره برای اینکه سپاه درآمد داشته باشه و این درآمدها رو بیاد و در دوره‌های مثل انتخابات اینها رو هزینه کنه. دستگاه‌های امنیتی و نظامی در ایران با امکانات مالی بی حد و حصری که دارن میتونن بدون اطلاع عمومی و حتی بدون اطلاع افرادی که داره براشون هزینه میشه اونها رو مهندسی کنن، افکارشون رو، روشهاشون رو، رفتارهاشون رو مهندسی کنن. در انتخابات 96 میشه انتظار داشت که چیزی در همون حدود مثلا 3 تا 5 میلیارد دلار، چون انتخابات شوراها هم هست، در انتخابات شوراها حدود 120 هزار عضو اصلی و 80 هزار عضو علل بدل انتخاب میشن، صدها هزار نفر در انتخابات شرکت کردند و طبعا نیروهای سپاهی امنیتی میخوان در شوراها، بالاخص شوراهای شهرهای بزرگ، سهم قابل توجهی داشته باشن، طبعا میان و در این داستان هزینه میکنن. در انتخابات ریاست جمهوری هم همینطور انتظار میشه داشت که این پولهای کثیف، یعنی در واقع پولهایی که ناشی از قاچاق و پولشویی و مواد مخدر اینها هست، اینها بیاد و در انتخابات هزینه بشه. این بحث پولهای کثیف هم خیلی جالب هست که این فقط بحث منتقدان حکومت نیست. وزیر کشور دولت آقای روحانی بعد از انتخابات سال 92 ایشون اومد و به صراحت از حضور پولهای کثیف در انتخابات صحبت کرد. اتفاقا ایشون وقتی که ازش سوال میکنن که این پولها منظورتون چی هست پولهای کثیف، به صراحت میگه که بخشش به احتمال خیلی زیاد
پولهایی است که از قاچاق مواد مخدر میاد. امکان نداره در یک جامعه ای در این حد میلیون ها نفر مواد مخدر مصرف کنن و کسانی که در این تجارت پرسود هستن اینها سهمی رو به نیروهای دولتی حکومتی ندن. این سهم خب یه دورش یه بخشش میاد تو انتخابات ها هزینه میشه، یه بخشش هم در جیب آقایون قرار میگیره برای اینکه در واقع سهم خودشون رو بگیرند، حالا یا به اسم شرعی مثل سهم امام یا به اسامی مختلف. این سهم باید پرداخت بشه، بخشش هم که اصولا سپاه قدس خودش اصولا در کار قاچاق مواد مخدر از ایران به اروپا هست و بخش قابل توجهی از درآمدش رو از همین طریق به دست میاره. بودجه سپاه قدس اصولا بودجه شفافی نیست و هیچ کس نمیدونه که سپاه قدس بودجهش رو از کجا میگیره و چگونه هزینه میکنه. این هاست که خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. در دنیا شما برای اینکه قضاوت کنید در مورد منابع مالی، اگر منابع مالی شفاف نباشه، روشن نباشه که از کجا اومده، چگونه هزینه شده، مطمئن باشید که فساد درش هست. اصولا فساد رو با عدم شفافیت تعریف میکنن. هر کشوری که شفافیت کمتری داشته باشه نتیجه میگیرن که این کشور فساد بیشتری داره. مثلا آقای خامنه‌ای کل دستگاه امپراتوریش سالانه حتی یک برگه به کسی نمیدن که پولا چقدر پول اومده تو این دستگاه و این پولا چگونه هزینه شده. از همین جهت هم خب خیلی آسون بدون هیچ گونه پیچیدگی میشه گفت که مجموعه دخل و خرج دستگاه رهبری در ایران فاسد هست، چون به مردم هیچ گزارشی از اینها داده نمیشه و اصولا شفاف نیست. در باب انتخابات هم آقای خامنه‌ای یک جا گفته بود که انتخابات در ایران همیشه سالم بوده و همیشه هم سالم برگزار شده. یکی از چیزهایی که این سلامت انتخابات رو نقض میکنه، غیر از حالا تقلبایی که صورت میگیره و کارهای دیگری که تو انتخابات میکنن، همین منابع مالی است که منابع مالیش غیر شفاف هست. معلوم نیست که این پولا از کجا میاد و چگونه هزینه میشه. همین نشانه خیلی خوبی هست که انتخابات در ایران سالم نیست و فاسد هست. بخش دیگری از مهندسی انتخابات یا در واقع چهره دیگری از مهندسی انتخابات در ایران چینش نامزد هاست. در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بیش از 1600 نفر ثبت نام کردند که از میان اینها 35 نفر چهره های سیاسی بودند. نظارت استصوابی در ایران در طی 4 دهه گذشته به سمتی رفته که دیگه کسانی که مخالفن، منتقدن، اینا زحمت ثبت نام به خودشون نمیدن چون میدونن که رد صلاحیت میشن. بنابراین کسانی که ثبت نام کردن، این 35 نفر افراد مدیر، حالا سابقا استاندار یا وزیر یا نماینده مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید، کسانی که بالاخره نقش اجرایی تو این کشور داشتن در دوره جمهوری اسلامی، اینها اومدن و ثبت نام کردن. از این 35 نفر، 35 نفرشون وفادار به نظام هستن، وفادار به آقای خامنه‌ای هستن، ولایت فقیه رو قبول دارن و در چارچوب نظام کار کردن و هنوزم دارن کار میکنن. جمهوری اسلامی وقتی که در دوره‌ای که اعتراضات بود نسبت به نظارت استصوابی یا رد صلاحیت‌ها بالاخص توسط نیروهای اصلاح طلب، شورای نگهبان فعالیتش متمرکز بود بر کنار زدن‌ها، دعواهای ایدئولوژیک و توجیه افراد برای رد صلاحیت، اما دیگه چنین مسئله‌ای وجود نداره. از همین جهت کاری که شورای نگهبان در یکی دو دوره اخیر میکنه فراتر از بحث رد صلاحیت، یعنی در واقع بررسی ویژگی‌های فردی که باید انتخاب بشه، انطباقش با قانون اساسی یا ویژگی‌های ایدئولوژیک، فراتر از این گونه بررسی‌ها هست. در واقع نوعی مهندسی انتخابات هست، نوعی چینش نامزدها هست بر اساس اقتضائاتی که حکومت در اون دوره خاص داره. در این انتخابات ریاست جمهوری یعنی سال 96 از میان بیش از 1600 نفر و از میان اون 35 نفر افراد مدیر اجرایی و سیاسی
شش نفر رو شورای نگهبان در نهایت معرفی کرد به عنوان نامزدهای انتخابات. وقتی شما به لیست این شش نفر با دقت نگاه بکنید، میبینید که در تایید صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 با توجه به تجربیاتی که شورای نگهبان و حکومت از دوره‌های قبلی داره و اهدافی که اینها دارن در انتخابات یا دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که دارن، به نظر میاد که چهار هدف رو دارن دنبال می‌کنن در این نحوه خاص رد صلاحیت‌ها. هدف اول به نظر من نوعی توازن دادن میان جناح‌های درون حکومتی هست. انتخابات در ایران اصولاً رقابت در میان نیروهای خودی است که این خودی‌ها جاهاشون چه جوره تعیین بشه، چه بخششون برن وزیر شن، یک در واقع استخر مشخصی از افراد. حدود 3-4 هزار نفر هستند که در طول 4 دهه گذشته مقامات بالای مدیریتی رو در کشور داشتن. اینا جاهاشون عوض میشه، یکی میره مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی برمیگرده رئیس دولت میشه، وزیر میشه، از وزارت هم که برش میدادن میره جای دیگه مدیر میشه. نوعی جابجایی افراد هست از یک گروه مشخصی، و این رقابت هم رقابت میان خودی هاست، رقابت میان نیروهایی است که در چارچوب حکومت خودی حساب میشن. این شش نفری که شورای نگهبان تایید صلاحیت کرده، اینها همه نیروهای خودی هستن و تلاش شورای نگهبان در این دوره این بوده که یک نوع توازن میان این گروه‌های خودی برقرار کنه. از شش نامزد تایید شده، 3 نفرشون در سمت دولت قرار می‌گیرن یا جناح اعتدالگرا، 3 نفرشون هم در سمت مخالفان دولت. در سمت دولت آقای روحانی است که خودش قبلا عضو جامعه روحانیت مبارز تهران بوده، و 2 نفر هم آقای جهانگیری و آقای هاشمی تبا، اینها از اعضای گروه کارگزاران بودند و هستند و بسیار نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی. در طرف مقابل 3 نفری که در تایید صلاحیت شدن، یکیش آقای میرسلیم هست که در واقع نامزد متلفه بوده برای این انتخابات، و 2 نفرشون هم آقایان قالیباف و رئیسی هستند که اینها منتخبان لیست 5 نفره گروه جمناست، جبهه مردمی نیروهای انقلاب. در واقع شورای نگهبان تلاشش بر این بوده که یک نوع توازن سیاسی رو میان جناح‌های درون حکومت برقرار کنه. برای اینکه این توازن برقرار بشه، بخش‌های قابل توجهی از نیروهایی که اونها هم میتونستن تایید صلاحیت بشن، اونها حذف شدن. مثلا آقای هاشمی تبا یا آقای مقتدایی که استاندار خوزستان بوده، اینا در سمت نیروهای دولتی قرار می‌گرفتن، اینا رو حذف کردن. اون طرف هم چهره های مثل آقای زاکانی یا آقای حاجی بابایی یا آقای بسپاش، کسانی که به دولت آقای احمدی نژاد بودن یه دوره ای، اونا هم رد صلاحیت شدن برای اینکه این توازنه برقرار بمونه و تا حدی افراد احساس نکنن که سهم یکی یه طرف نسبت به طرف دیگه بیشتر بوده. حالا چرا این تلاش در این دوره داره صورت میگیره؟ آقای خامنه ای از انتخابات سال 88 و بعد هم اعتراضاتش این درس رو گرفته که نباید یک جناح رو بر جناح دیگه تفوق ببخشه، چون قدرت یک جناح افزوده میشه، و وقتی قدرت مثلا کسی مثل آقای احمدی نژاد افزایش پیدا کرد، در مقابل خود آقای خامنه ای ایستاد، در یه جای حرفش رو زمین گذاشت، گوش نداد. یه مشکلاتی با هم داشتن، مشکلات جدی که به 11 روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد منجر شد. هنگامی که آقای احمدی نژاد می‌خواست آقای مصلحی وزیر اطلاعات رو برداره، آقای خامنه‌ای مخالف بود، کلی با هم جنگ و جدال درونی داشتن. علتش این بود که این توازنه نبود، یک سمت قدرت بیشتری پیدا کرده بود. در این انتخابات شورای نگهبان که کاملاً منویات آقای خامنه‌ای و دستگاه‌های امنیتی رو دنبال می‌کنه، اومده و بین این دو طرف داره نوعی توازن برقرار میکنه. عرض کردم خدمتتون 2 نماینده در واقع 2 نامزد ثبت نام کرده گروه های اصلاح طلب مثل آقای کواکبیان و آقای رحامی، اونا رد صلاحیت شدن. اون طرف هم کسانی مثل آقای زاکانی و حاجی بابایی و بسپاش و اینها، اونا رد صلاحیت شدن برای اینکه این توازنه برقرار بمونه بین دو طرف.
نکته دومی که در این رد صلاحیت های این دوره در انتخابات ریاست جمهوری میشه مشاهده کرد این که حکومت و آقای خامنه ای و بیت و دستگاه امنیتی در این دوره خیلی علاقه زیادی به گرم کردن تنور انتخابات ندارند. این رو از تصمیماتی که دارن میگیرن کاملا میشه فهمید. اولا اینکه آقای احمدی نژاد و آقای بقایی رد صلاحیت میشن و خب اینها هم بالاخره پیروانی دارن، یه گروهایی هستن با اینها هستن، به اون پیروان دارن سیگنال میدن که نه شما نقشی ندارید. خب طبعا این یه بخشایی رو بسیج نمیکنه، این رد صلاحیت ها یه بخشایی تصمیم میگیرن که اصلا در انتخابات شرکت نکنن. خود حضور آقای احمدی نژاد اگر در مناظره ها بود، اگر میتونست بیاد و شرکت بکنه، طبعا شور و هیجانی حداقل به یه بخشایی از نیروهایی که با حکومت هستن یا در دوره آقای احمدی نژاد صاحب مال و منال و مکنتی شدن، میتونست یه در واقع بسیج سیاسی انجام بده. اون حذف میشه به دلیلی که حکومت این شور و اشتیاق رو در انتخابات نمیخواد ببینه، حتی نیازی نمیبینه حکومت که مردم با شور و شوق انتخابات رو دنبال کنن. در همین هفته گذشته تصمیم گرفته شد که مناظره های انتخاباتی مناظره های زنده نباشه. خب مناظره وقتی زنده نباشه جذابیت چندانی هم برای بیننده نداره و بسیاری این مناظره ها رو دنبال نخواهند کرد. خب طبعا شور انتخابات هم در ایران شکل نخواهد گرفت، برخلاف مثلا مناظره های زنده‌ای که در سال 88 برگزار شد و آقای احمدی نژاد در برابر آقای موسوی قرار گرفت. در این دوره مناظره ها زنده نخواهد بود بنا به تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که عمدش هم نمایندگان حکومتی هستند توی این کمیسیون. مناظره زنده ای نخواهد بود و در واقع قرار نیست که مردم در این شور و شعف ناشی از انتخابات در فضای انتخاباتی چندان قرار بگیرند. هدف سومی که آقای خامنه ای وقتی که توصیه کرد با آقای احمدی نژاد که کنار بره و به صراحت ازش صحبت کرد این بود که انتخابات دو قطبی نشه. انتخابات وقتی دو قطبی میشه، دو تا نامزد در برابر هم قرار میگیرن، این خب فضا رو، فضای انتخابات رو گرم میکنه، اما چالش های امنیتی حکومت رو هم افزایش میده. هم در دوره انتخابات ممکنه که اینا با هم درگیر شن، هم بعد از انتخابات ممکنه یه گروهی ناراضی باشه و بیاد مثل جنبش سبز در خیابان اعتراضات خیابانی به راه بیاندازن. حکومت این دو قطبی بودن رو نمیخواد. از همین جهت هم اگر شما به این لیست 6 نفره نگاه بکنین، آقایان جهانگیری و آقای هاشمی طبا اینها به نفع آقای روحانی کنار خواهند رفت، نامزدهای پشتیبان و حمایتی هست، معلومه. آقای میرسلیم هم شانس چندانی نداره، حتی در رأی‌گیری درونی این گروه جمنا جز 5 نفر اول نبود. اما کسانی که شانس بیشتری دارن توی انتخابات و حکومت خب وقت بیشتری هم به اینها خواهد داد در مناظره ها یا در گفتگوهای تلویزیونی، آقای روحانی، آقای رئیسی و آقای قالیباف خواهند بود. حکومت میخواد انتخابات یک انتخابات چند طرفه باشه. حتی ممکن آقای جهانگیری هم تا آخر بمونه، یه انتخابات تقریبا 4 طرفه میشه. چون تصور بخشی از این جناح طرفدار دولت این هست که ممکن هست گروهایی نخوان با آقای روحانی رأی بدن، ولی ممکن هست که به کسی مثل آقای جهانگیری رأی بدن. خب این از رأی طرف مقابل کم میکنه و انتخابات میتونه به دور دوم اینطوری کشیده بشه و در دوره اول در حال رأی آقای قالیباف و آقای رئیسی از این طرف کاهش پیدا میکنه. بنابراین هدف سوم این هست که انتخابات دو طرفی نباشه، دو قطبی نباشه، بلکه چند قطبی باشه. و هدف چهارم این هست که میان آقای در واقع قالیباف و آقای رئیسی که امروز هنوز برای حکومت روشن نیست که کدام یک از اینها میتوانند نیروهای طرفدار حکومت رو، اونایی که میمدن رأی دادن، میتونن نظر اونها رو جلب کنن، این دو نفر هستند. به احتمال قوی تا پایان دور اول انتخابات هم اینها خواهند بود، برای اینکه مشخص بشه که وزن اینها
در میان گروهایی که معمولا میان رای میدن وزنشون چطور هست. این وزن ظاهرا هنوز برای نیروهای امنیتی و نظامی و بیت رهبری روشن نیست. البته اینها مرتبا از چند ماه قبل از انتخابات نظرسنجی انجام میدن، اما نتایج نظرسنجی رو منتشر نمی کنن. مردم نمیدونن، ولی اونها تلاش میکنن که نبض جامعه رو بدونن که به چه سمتی داره میره، یا حداقل نبض اون گروهایی که حکومت پشتیبان خودش میدونه. آقای قالیباف دو مشکل اساسی داره. یک مشکلش این هست که دو پرونده جدی فساد مربوط به شهرداری نسبت در موردش وجود داره. یکی واگذاری املاک نجومی به نزدیکان، به دوستان، آشنایان، اموال شهرداری رو واگذار کرد، و یکی هم استخدام حدود 4000 مداح رو برای مترو، کسانی که اصولا هیچ کاری در مترو ندارن و در طی چند سال گذشته هم حقوقهای 9 تا 11 میلیون تومانی گرفتن. اینها جزء فسادهای خیلی روشن آقای قالیباف در شهرداری تهران هست که احتمالاً در انتخابات، در مناظره ها احتمالاً اینها مطرح خواهد شد. البته اگر آقای روحانی در شرایطی قرار بگیره، یعنی تحت فشار قرار بگیره، حمله زیادی بهش بشه، اونم بخواد جواب بده. غیر از اون آقای قالیباف دو بار در انتخابات شرکت کرده، در انتخابات ریاست جمهوری، و شکست خورده. و خب البته این چندان نشون میده که وضعیت خوبی رو نداره. و کسانی که در انتخابات در ایران شکست خوردن، در همه جای دنیا کسانی که در انتخابات شکست میخورن، چندان شانس زیادی برای پیروزی ندارن در دوره‌های بعدی. از همین جهت بیشتر نگاه دستگاه‌های حکومتی به آقای رئیسی هست، ولی از اون طرف هم براشون روشن نیست که این آقای رئیسی تا چه حد بتواند نظر رای دهندگان معمول در انتخابات ها رو در ایران جلب کنه، چون فرد ناشناخته‌ای بوده، تجربیات اجرایی اصلا نداره، بسیاری از افراد ایشون رو اصولا نمیشناسن. تنها چیزی که در مورد آقای رئیسی خیلی روشن هست و جزء در واقع تاریخ جمهوری اسلامی هست و همه ازش اطلاع دارن، این هست که ایشون یکی از اعضای کمیته مرگ بوده، هیئت 3 نفره‌ای که در سال 67 تعیین می‌کردن کدام یک از زندانی‌ها، آقای خمینی اینا رو منصوب کرده بوده، کدام یک از زندانی‌ها اعدام بشن و کدامشون اعدام نشن. در واقع آقای رئیسی در کنار آقای اشراقی و آقای پورمحمدی که امروز وزیر دادگستری هست، اینها در سال 67 حکم صادر کردن که حدود بین 3,000 تا 5,000 نفر زندانی به گزارش آقای منتظری، برخی گروه‌های سیاسی این تعداد رو حتی بیشتر هم ذکر می‌کنن، اینا تعیین کردن که چه کسانی اعدام بشن. و در اون سال‌ها کسانی که زندانی بودن براشون حکم بریده بودن، یکی از جنایات بزرگ جمهوری اسلامی هست و آقای رئیسی درش نقش خیلی جدی و تعیین کننده در اون دوره داشته. بدین ترتیب شورای نگهبان در این دوره فراتر از نقش رد صلاحیت، به نظر من داره 3 تا نقش دیگر هم بازی میکنه. یک نقشش در واقع نقش انتخابات های مقدماتی است. در همه جای دنیا احزاب سیاسی نمایندگان نامزدهای متفاوتی دارن، در درون خودشون اینا انتخابات میکنن و از میان اینها یک نفر دو نفر میاد بالا و در انتخابات شرکت میکنه. در ایران چون چنین مکانیزمی وجود نداره، شورای نگهبان داره یه عده رو حذف میکنه با رد صلاحیت بدون هیچ دلیلی. اصلا معلوم نیست که مثلا آقای زاکانی چرا باید شورای نگهبان آقای زاکانی رو رد کنه، کسی که وفاداری 100% با آقای خامنه ای داره و جزء عوامل نظام هست، یا مثلا افراد دیگری که در این انتخابات اینها رد صلاحیت، مثلا آقای حاجی بابایی و بسپاش، دیگران و دیگران، اینایی که آقای محمد هاشمی برادر آقای رفسنجانی اینا رد صلاحیت کردن، خب چرا باید این رد صلاحیت شد؟ نوعی انتخابات مقدماتی است، یعنی یه عده رو کنار میزنن برای اینکه تعداد نامزدها کم بشه. این کاری است که باید در انتخابات مقدماتی در همه جای دنیا انجام بشه. شورای نگهبان داره این کار انجام میده برای احزاب سیاسی. کارکرد دوم شورای نگهبان نوعی مهندسی کارزارهای انتخاباتی است و مهندسی اعتراضهای پس از انتخاباته. چگونه با حذف نامزدهایی مثلا آقای رفسنجانی در انتخابات 92 یا آقای احمدی نژاد در انتخابات 98 که اینها برای دستگاه امنیتی نوعی دغدغه ایجاد میکنن، حذف اینها در واقع هیچ ربطی به قانون
یا مشخصات رئیس جمهور در قانون اساسی یا وفاداری به حکومت، این حرفا نداره. فقط در دهه‌های امنیتی است که این افراد باعث میشه که این افراد حذف بشن. و کارکرد سوم شورای نگهبان نوعی کاهش هزینه‌های سیاسی است برای حکومت. وقتی شما تعداد نامزدها رو کاهش میدید، انتخابات رو احتمال یک دوره شدنش رو بالا میبرید. اون کجا که مثلا 20 نفر 25 نفر در یه انتخابات شرکت کنن و آرا کاملا پخش بشه، حتما در اون شرایط به دوره دوم میره. یا اینکه مثلا 6 نامزد باشن، احتمال اینکه در همون دوره اول فردی انتخاب بشه خب احتمالش به شدت بالاتر میره. حکومت هم خب نمیخواد این فرایند انتخابات خیلی طولانی بشه، میخواد در یه روز برگزار کنن و پروندهش رو ببندن. یه نمایشی است، سیرکیس باید برگزار بشه و به دنیا و به یه دین نشون بدن که ما حکومتمون درش انتخابات وجود داره. دیگه نیازی نیست که اینو خیلی بتونن کش بدن. نکته آخری که در این بحث مهندسی انتخابات من لازم میدونم بگم و همیشه در این بحث‌های مربوط به انتخابات در ایران مطرح میشه، دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه میگه اصولا همه این ماجرا انتصاباته، یعنی برای هر انتخاباتی آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره که آقای احمدی نژاد باشه یا روحانی باشه یا آقای فلان باشه یا آقای فلان باشه. یه دیدگاه کاملا مبتنی است بر نظریه توطئه، یعنی انتصاب کامل عینی و شخصی اینها تعیین میشن. من این دیدگاه رو خیلی دیدگاه نزدیک به واقع نمیدونم. معتقدم که در ایران نوعی رقابت محدود وجود داره، اینطور نیست که اینها صرفاً منتصب بشن. در نظام‌های استبدادی مثل ایران واقعیت داستان اینه، در ایران شیفتگان زیادی برای قدرت استبدادی وجود داره، یا به قدرت استبدادی اینها نزدیک میشن. یعنی تعداد آدم‌هایی که به حکومت نزدیک میشن برای اینکه قدرت به دست بیارن، چون حکومت انواع و اقسام امتیازات و رانت‌ها رو و امکانات رو در اختیار داره، اینطور نیست که گروه کوچیکی بیان و در دسترس حکومت باشن برای در اختیار گرفتن مدیریت ها یا وزارت و وکالت و سفارت و اینها. گروه بزرگتری است. به هنگام انتخابات حکومت، حالا رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای هسته سخت حکومت، نهادهای امنیتی و نظامی، اینها یک کیسه دارن. در این کیسه مهره‌های مختلفی ریخته شده و براشون این که حالا کدومی که از این مهره ها بیاد بیرون، چون همه اینا وفا دارن، این که کدومش بیاد بیرون چندان کلیدی نیست. اونچه که حکومت میخواد اینه که اولا یکی از این مهره ها باشه، مهره هایی که داخل کیسه هست، از این مقربان درگاه یا مهره های قابل اعتماد باشن. و نکته دوم هم این که یعنی وفادار باشن کاملا به نظام. و نکته دوم هم در کنار گوش به فرمانی به رهبر و نظام و روحانیت، افرادی باشن که بخشی از بدنه اجتماعی حکومت هم به اینها استقبال نشون بده. نمیخوان یک کسی رو بیارن که اگر 2-3 میلیون نفر افرادی که نماز جمعه میرن، مذهبی هن، مساجد در اختیارشون هست، تو سپاه هن، تو بستیج هن، نمیخوان اونا احساس کنن که یک کسی رو که اونا نمیخواستن یه دفعه حکومت آورد و آقای خامنه‌ای و سپاه آوردن گذاشتن اون بالا. میخوان این نمایش انتخابات رو به خوبی برگزار کنن. البته خب به مردم جهت میدن با تبلیغات، با فعالیت‌های مختلف، با این رسانه‌هایی که در اختیار دارن جهت میدن که چه کسی رو بهش توجه بکنید. مثلا اینکه آقای احمدی نژاد رو از هیچ آوردن و به شکلی چهره سیاسی مطرح کردن، از شهرداری در واقع اومد و بعد هم آوردنش بالا در حد نامزد ریاست جمهوری و بعد رئیس جمهور. در این دوره ها هم خب چهره های خاصی رو اینها روش تمرکز میکنن و اینها رو میارن و میسازن. در واقع حکومت، دستگاه تبلیغاتی حکومت، چهره از اینها درست میکنه. این یکی از وجوه مهم مهندسی انتخابات در ایران هست. اگر انتخابات به یک شکل خام و به صورت انتصاب مستقیم صورت بگیره، دیگه یه بخشی از اصلاح طلبان مذهبی، چپگراهایی که با امریکا و اسرائیل مخالفن در ایران، در خارج کشور در واقع همدلی با جمهوری اسلامی دارن، یا برخی از دولت‌هایی که میخوان با این حکومت همراهی بکنن، دیگه
وجود رقابت میان جناح میانه رو و جناح نمیدونم رادیکال و اینها رو باور نمیکنن. جمهوری اسلامی برای خام کردن اینها، برای فریب اینها، این دوگانه میانه رو در ایران، من معتقدم که میانه رو و رادیکال و اینها وجود نداره. آقای خامنه ای است بیت سپاه و بقیه هم از منویات اینها رو اجرا میکنن. تفاوت های میان اصلاح طلب ها و غیر اصلاح طلب ها تفاوت های بسیار جزئیه، خیلی تفاوت ها خیلی جدی نیست. عمده تفاوت ها بر سر قدرت و ثروت ها و منابع کشور هست که اینها یه طرف میخواد خب بیشتر از بقیه به دست بیاره. هنر جمهوری اسلامی در طی 14 گذشته این بوده که انتخابات رو به گونه ای دستکاری میکنه که اولا کاملا انتصاب ننماید، اینطور نباشه که مردم فکر کنن که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که فلانی باشه و بهش حکم داد، فرد غیر وفادار از صندوق نیاد بیرون و در این حال بخشی از مردم هم تصور کنن که رئیس قوه مجریه رو خودشون انتخاب کردن. این رو بالاخره اینها در طی این 14 دهه گذشته یاد گرفتن که چگونه این دستکاری در انتخابات رو انجام بدن. انتخابات در ایران انتخابات مهندسی شده هست، انتخاباتی نیست که به شکل آزاد، سالم و دموکراتیک و رقابتی برگزار شده باشه. انتخابات به معنای واقعی کلمه نیست، چون انتخابات به معنای واقعی کلمه باید رقابتی، سالم و آزاد باشه. هیچ کدوم از این ویژگی ها در مورد انتخابات در ایران به نظر من صدق نمی کنه. من با این بحث خاتمه میدم به برنامه نهم از دوره 18 برنامه در غیر این صورت که بحثمون در مورد دستاوردهای سیاسی روحانیت شیعه بود. یکیش همین داستان دستکاری انتخابات در ایران هست به طرق مختلف، از ارعاب و سرکوب شما بگیرید بیارین تا پخش سیب زمینی و آرد و اینجور قضایا تا رد صلاحیت و تبلیغات انتخاباتی و مجموع کارهایی که در این نمایش بزرگ در ایران انجام میشه. تا هفته آینده که در برنامه دیگر من در خدمتتون خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.